بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. با اجازه رئیس صاحب عالی قدر لوی جرگه مشورتی ما که بسیار به خوبی امورات چه پیش بردند، دیر محترم رئیس صاحب جمهور خدای دراول د دې نیک اقدام دې ډېر قدر کو. جرګه دې راوبلله، زمینه دې د مذاکراتو د پیل برابر کړه، کور کې ودان، ډېر ډېر ښه کار وسو، ډېر نیک کار وسو، آباد اوسېر. او د دې د سولې پروسه کې به حتما ملګرتیا در سره کو تر څو زموږ خاوره خپل منزل مقصود ته ورسیږي. خانم اول، بانوی اول کشورم، بسیار خوش آمدین، بسیار مهربانی کردین. مامین صاحبای محترم ریاست جمهوری، رؤسای محترم مجلسین ما، بزرگای وطنی و ملی ما، خلیلی صاحب محترم ما، محقق صاحب محترم ما، قاضی القضات صاحب عزیز ما اونجا تشریف دارند، بخیر باشین. وکیل صاحبای مجلسین، اعضای مجلسین شورای ملی افغانستان، هیئت اداری، بزرگان کشور، علمای جدید دین ما، بزرگان قوم، خواهرها و برادرای ما، بسیار خوش آمدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. حقیقت ای است که چیزی که در قطعنامه شما بزرگا شنیدیم بحث تمام کرد، بحث به این معنی تمام کرد که ما را با آرزوی ما رساند، با خیالی که داشتیم، با آرزوی که داشتیم رساند. و خیال و آرزو همیشه زیبا می باشه، هیچ کسی خیال ناگواری به خود نمی کنه، هیچ فردی، هیچ ملتی آرزوی بد به خود نمی کنه. آرزو همیشه خوب است، آرزو همیشه زیباست. و مرا به یاد آهنگ بسیار قدیمی و زیبای ما از استاد شیدا میندازه، میگه رخ زیبایت را یاد کنم یار کنم. با خیالت دل خود شاد کنم یاد کنم. ما با خیال صلح دل خود شاد کردیم امروز، با آرزوی صلح آمدیم دشتیم. و شما بزرگان عزیز وطن ما، اعضای محترم جرگه، ما را با او آرزو با تصامیم خود دارین، نزدیک میسازین. بسیار تشکر میکنیم خانیتان آباد. صلح زندگی است، در صلح عزت است، زندگی است. طبعا که زندگی زیباست، خدا کنه که ما مردم افغانستان هر چه زودتر به او برسیم. خبری که ما دارم ایست که انشاءالله تعالی بعد از آزادی های 400 بندی تحریک طالبا که شما فیصله کردین با رئیس جمهور تطبیقش میکنه، در ظرف 2-3 روز هیئت مذاکراتی ما به سرکردگی استانگزی صاحب، برادر عزیز و تجربه دار و نیک ما، انشاءالله تعالی میرن و مذاکره را آغاز میکنه. قسمه که رئیس صاحب جرگه ما فرمودن مذاکره حوصله میخواهد، مذاکره وقت میخواهد، مذاکره تدبیر میخواهد، که الحمدلله با تصامیم شما این همه فراهم شد. بعضی ما تشویش داشتیم که صلح چطور خواهد شد، چی خواهد شد، حقوق زنهای افغانستان، حقوق تفله های افغانستان، تعلیم و تربیه افغانستان چی خواهد شد، آزادی هایی که ما حاصل کردیم چی خواهد شد، آزادی های مدنی ما چی خواهد شد، آزادی بیان ما چی خواهد شد، این چطور خواهد شد، او چطور خواهد شد. مطمئن باشید صلح بر ما این نعمت بیشتر و بهتر می سازد. تمام تفله های افغانستان مکتب میرن، ماندنی والاش نیستیم.
دختر و بچه افغانستان مکتب میره، هلکان اونجوری به مکتب تزی په شارو کې بزی او په اطرافو کې بزی. فرق بې څه وي؟ فرق بې دا وي چې میندې بې پریشانه نه وي، پلار بې پریشانه نه وي، کور بې پریشانه نه وي، مړی بې بېرته نه راځي، ژوندی به راځي، خوشحاله به راځي، د مکتب په کالو و د مکتب د کتابچو و د کتابو سره به راځي. د افغانستان میرمنې بلا وده وکړي، تعلیم به ډېر شي، پیسې به ډېرې شي، او ورونو کار به جوړ شي، ژوند به برابر شي، بندونه به جوړ شي، شیان به وسړي. صاحب جمهور بل ورځ وویل او موږ به ګرځو په دې خاورې کې د دې سره تر هغه سره خوشحالۍ بوی ولاکه یوه ورځ کور کښېنم چې دا اوسي. زړه مو داسې ډک دي بس بنجان یو په دې ځای کې چې دا سوله راشي. وعدی می ډېرې کړي د افغانستان د خلکو سره، اول زم مزار ته، د مزار سره زم بدخشان ته. بدخشانی ها بسر کتی من جوالی هم کرن، اول بدخشان میرم، مزار میرم، از اونجا بدخشان میرم، بامیان میرم، جلال آباد میرم، کجا میرم، کجا میرم، و کلگی مامت میریم به همراه همسایه های خود دوستی میکنیم، از همسایه های خودم دوستی میخواییم، مداخله نمیخواییم، دوستی میخواییم، با همراه جهان دوستی میکنیم، عزت خود درود دوستی میخواییم، حاکمیت ملی خود دوستی میخواییم، و کسی که مساعدت با ما میکرد خانه شما. در غیر از او به دست خود ای وطن توانمند داریم، از عرق ریزی خود، از کوشش خود، این شغل بسیار چیز می داشته باشیم، نادار نمی باشیم، بسیار دارا می باشیم، بسیار دارا می باشیم. فقط که برای ما صلح بیم، برای طالبا سلام می کنم، به تحریک طالبا، اونا رو پیش اون برادر خطاب کردیم که من کو جنگه نه تی ادامه جنگه. ایر امروز جرگه افغانستان زمینه را برد برابر کرد، مذاکره را آغاز کو و برادری ما شوه و دوستی و شوه و بین بای خاک خود با امرای ملت خود اکجا زندگی کنین. ارزوی می است که از طرف ما، از طرف جمهوری اسلامی افغانستان هم جنگ نشوه. در خطنامیتون بسیار خوب آمده بود، گپ بسیار دارم و در احساساتم هستم، بسیار احساسم دل مرد جوش میکن از خوشحالی و از برکت فیصلهای شما. انشاءالله تا را که به اون منزل مقصود برسیم. استاد گرامی ما که روز اول افتتاحیه مجلس کردن و بسیار عالی پیش بردن بین ما نیستن، خانه شان آباد بسیار خوب پیش بردن، رهبری بسیار را کردن، هیئت اداری مجلس ما، تمام کسای دیگه دینجا در کار بدن، بر همشان کامیابی میگم. دیگه گپ نمیزنم، گپ کار شما جور کردین، ما قرار به انتظار خوبی کار که ما کردیم میشیم که انشاءالله بر مسئول به هیئت پشتیبان هستیم، برم به خیر کار خود بکر. رئیس جمهور کور جوادن جرسم 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 جرسم.